سرخط خبرها. کشته شدن 19 سرنشین یک شناور ارتش ایران هنگام رزماییش در دریای عمان. گزارش‌های غیررسمی به شلیک اشتباهی موشک از یک ناو خودی اشاره می‌کند. ادامه کاهش محدودیت‌های مربوط به کرونا در اروپا. مدارس و فروشگاه‌های فرانسه بازگشایی شد. اسپانیا سفرهای درون استانی را در نیمی از کشور مجاز کرد. اعلام مرحله جدید بازگشایی اماکن عمومی در ایران. همه مساجد و رستوران‌ها بعد از ماه رمضان به تدریج باز می‌شوند. و چالش از سرگیری مسابقات فوتبال. حفظ سلامت بازیکنان هنگام تمرین. سلام، عصرتون بخیر. حادثه ای در دریای عمان جان دست کم 19 سرنشین یک شناور ارتش ایران را گرفت. 15 نفر هم زخمی شدند. بر اساس گزارش‌های غیررسمی که در بعضی از رسانه‌های داخل ایران هم منتشر شده، این ناوچه در جریان تمرین نیروی دریایی به اشتباه هدف شلیک موشک از یک ناو دیگر ارتش ایران قرار گرفته. هرچند ارتش گفته که تا تکمیل تحقیقات درباره حادثه، باید از گمانه‌زنی خودداری کرد. علی همدانی گزارش می‌دهد. بنابر اعلام روابط عمومی نیروی دریایی ارتش، این حادثه عصر دیروز رخ داد. تلویزیون ایران گزارش مرتبط با این سانحه را نه در خبر اول که سومین خبر بولتن‌های عمده خبری خود پخش کرد. ناوچه اینجا منهدم شده، نقطه که ارتش ایران آن را در آبهای عمومی دریای عمان میان جاسک و چابهار توصیف کرده، محدوده 80 کیلومتری. و این تصاویری از ناوچه حادثه دیده که به اسکله آورده شده. مردم محلی میکوشند یکی از سرنشینان را نجات دهند. ارتش ایران از ارائه جزئیات بیشتر درباره آنچه رخ داده خودداری کرده. این ارگان نظامی در بیانیه‌ای به حادثه دیدن این ناوچه بسنده کرده، اما توضیحی درباره تعداد بالای کشته‌ها نداده. فرمانده ارتش ایران هم کشته شدگان را شهید خوانده و شهادتشان را به رهبر جمهوری اسلامی ایران و خانواده‌ها تسلیت گفته. همزمان با انتشار این گزارش، خبرهای غیر رسمی از شلیک اشتباه موشک توسط یک ناو ارتش ایران، ناو جماران، منتشر شده. بر اساس این گزارش‌ها که بعضی از رسانه‌های داخلی ایران هم آن را منتشر کردند، یک موشک کروز توسط ناو جماران اشتباهی این ناوچه را هدف قرار داده. شهریور سال گذشته این موشک کروز دریایی نور که ایران آن را نور چشم نیروهای مسلح خواند، در تمرین دریایی برای نمایش این موشک دریایی ساخت داخل. در گزارش‌های منتشر شده گفته شده موشک شلیک شده از ناو جماران همین موشک است. آب‌های جنوبی ایران بار دیگر پرحادثه. اگر گزارش‌های خبری مرتبط با شلیک موشک خودی صحیح باشد، بعد از شلیک پدافند سپاه به هواپیمای مسافربری اوکراین، این دومین حادثه مرگباری است که در کمتر از 6 ماه نیروهای نظامی ایران هدفی اشتباه را با موشک می‌زنند. علی همدانی، بی بی سی. فرزین ندیمی، پژوهشگر امور دفاعی در مؤسسه واشنگتن برای سیاست خاورمیانه از واشنگتن با ماست. آقای ندیمی، ارزیابیتون چی از این حادثه؟ فکر میکنید که مشکل کجا بوده؟ به نظر میرسه که یک تمرین نظامی عادی بر اثر یک اشتباه که ترکیبی از خطای انسانی و نقص سیستمیک بوده، بسیار مسیر متفاوتی رو طی کرده و موشکی که شلیک شده و قرار بوده یک هدف کاذب رو بر روی دریا بزنه، مسیرش رو عوض کرده و ناو کنورک رو مورد حسابات قرار داده و باعث تلفات انسانی شدیدی شده. همونطور که عرض کردم، ترکیبی از خطای انسانی و اشتباهات سیستمیک باعث، به نظر میرسه از نظر من، باعث این فاجعه شده. از این نظر که با وجود اینکه کاپیتان کشتی بسیار سابقه زیادی داشته برای ناو جماران به خصوص و اطمینان زیادی داشته به سیستم های ناو و به خدمه زیر مجموعه خودش، ولی تحت شرایطی که مشخص نیست هنوز خیلی از جزئیاتش، این تصمیم رو گرفته تا در زمانی شلیک موشک انجام بگیره که ناو چند منظوره کنارک در حال دور شدن از منطقه آزمایش موشک بوده، هنوز به فاصله کافی نرسیده بوده. به نظر میرسه
این اشتباه هم از طرف افسر رادار جمهوران بوده، هم از طرف افسر کنترل آتیش جمهوران بوده، و در نهایت هم فرمانده ناو که دستور شلیک موشک رو صادر میکنه. کمبود آموزش میتونه دلیلش باشه، نقص سیستم های موشک نور از این جهت که با وجود اینکه موشک قابلی هست و ما نتیجهش رو دیدیم که یک ناو خیلی سریع تونسته نابود بکنه، ولی در شرایط خلیج فارس، در شرایط تنگی هرمز، به نظر من موشک هایی که تنها از یک مود، از یک حالت هدایت استفاده میکنن که در این مورد هدایت فعال رادیویی بوده، ایمنی لازم رو نداره و باید مثل بسیاری از کشورهای دیگه، مثل خود چین که نوع اصلی موشک C-802 رو ساخته و ارتقا داده، از حالتهای هدایت چند حالت استفاده بکنن، دوال مود اصطلاحا میگن، که بتونن از این خطاهای این چنینی اعتراض بکنن. آقای ندیمی، مگر وقتی که اینها دارن با هم تمرین نظامی میکنن، مانور میدن، هماهنگی اتفاق میفته؟ مگر این ناوچه‌ها با هم در تماس نیستن؟ چطور ممکن اصلا چنین حادثه اتفاق بیفته بدون اطلاع هر دو طرف؟ بله، واقعا غیر قابل تصوره که طرح این مانور باید به اندازه دقایق مشخص باشه دقیقا زمان شلیک موشک چه زمانی هست، و این تحریزی باید همه از قبل انجام بگیره. و من تعجب میکنم که این هماهنگی به این شکل وجود نداشته که دقیقا موقعیت، با توجه به وضعیت فعلی که با جی پی اس شما الان میتونید موقعیت خیلی راحت داشته باشین و اعلام بکنین. من نمیتونم تصور بکنم که چطور این اشتباه صورت گرفته، غیر از اینکه مجموعه ای از خطاهای انسانی، کمبود آموزش احیانا و همینطور نقص در سیستم فرماندهی و کنترل و سلسله مراتب که نمونش هم در موارد دیگه دیدیم، باعث شده که این فاجعه پیش بیاد. متشکرم از شما فرزین ندیمی. در اروپا محدودیت‌های وضع شده برای مقابله با کرونا به تدریج در حال کاهش است. در فرانسه مدارس ابتدایی و بعضی از فروشگاه‌ها باز شده. در اسپانیا نیمی از جمعیت حالا می‌توانند در محدوده استان‌های محل سکونتشان مسافرت کنند و در گروه‌های حداکثر 10 نفره با حفظ فاصله یکدیگر را ببینند. در انگلستان کسانی که نمی‌توانند در خانه کار کنند از چهارشنبه اجازه دارند به محل کار بروند. باران عباسی گزارش می‌دهد. شانگهای جشن بازگشایی دیزنی لند. بعد از چند ماه تعطیلی، شادی بازگشت به اینجا از پشت چهره‌های ماسک زده پیداست. خیلی هیجان زدم. از ته دل خوشحالم. البته به خاطر شیوع بیماری نگران بودن بین جمعیتم هستم. بلیط ها ظرف چند دقیقه فروخته شده، اما همه چیز مثل قبل نیست. جمعیت از 20% ظرفیت پارک نباید بیشتر شود و بعضی از بازی ها همچنان تعطیلند. در ووهان نقطه پیدایش این ویروس از سرگیری جابجایی کالاها با هواپیما، اما اینجا کمی بعد از فروکش کردن شیوع کرونا حالا چند مورد ابتلای جدید دیده شده که نگرانی ها را درباره بازگشت بیماری بیشتر کرده. در فرانسه بازگشت ترافیک به خیابان های پاریس، رفع محدودیت ها برای خروج از خانه و امکان رانندگی تا 100 کیلومتری محل اقامت، ملاقات در گروه های کمتر از 10 نفر و بازگشایی مهد کودک ها و مدارس ابتدایی. ولی پیش از آن سفری ضروری به آرایشگاه، لحظه ای که خیلی ها انتظارش رو می کشیدند. تنها چیزی که می خواهم اینه که برگردیم سر کار. الان توی موقعیت بینابینی هستیم و نمی دونیم چی میشه. ولی من خیلی مشتاقم. در بریتانیا پایان انتظار برای اعلام طرح نخست وزیر برای کسانی که 7 هفته در خانه ماندند. بوریس جانسون میگوید پیام دولت از در خانه بمانید به هوشیار باشید تغییر میکند، اما بیشتر محدودیت ها همچنان پابرجاست. اگه بیماری برگرده، اگه مشکلی پیش بیاد، سریع روی ترمز میزنیم. از نقطه اوج عبور کردیم، اما پایین اومدن از کوه معمولا خطرناکتر. محدودیت های ورزش بیرون از خانه و نشستن در پارک ها برداشته می شود. همینطور کسانی که نمی توانند از خانه کار کنند اجازه دارند به محل کار برگردند.
قدم‌های بسیار کوچک برای کشوری که از نظر شمار جانباختگان کرونا در جهان بعد از آمریکا در جایگاه دوم قرار گرفته. اما همین گشایش محدود هم تنها در انگلستان اجرا خواهد شد. اسکاتلند، ویلز و ایرلند شمالی از این تصمیم نخست وزیر ناراضی‌اند و می‌گویند پیامشان برای شهروندان همچنان ماندن در خانه است. اما در اسپانیا تصویری کاملا متفاوت. بازگشایی رستوران‌هایی که امکان نشستن در فضای باز دارند، البته با نصف ظرفیت و فاصله گذاری. با این حال محدودیت‌ها همچنان در مناطقی که بیشترین شمار مبتلایان را داشتند باقی خواهد ماند. در کشوری که اقتصادش بر ستون‌هایی از گردشگری برپا شده، بارسلون همچنان در انتظار دیدار مهمانان خواهد ماند. باران عباسی، بی بی سی. در آمریکا آمار رسمی مبتلایان به کرونا به حدود 1,330,000 نفر رسیده. حدود 80,000 نفر هم جانشان را از دست دادند. تا کنون حدود 9 میلیون تست کرونا در آمریکا انجام گرفته و با ادامه آزمایش‌ها انتظار می‌رود گستردگی بیماری بیشتر معلوم شود. در همین حال 3 نفر از اعضای ستاد ویژه کرونا در کاخ سفید خودشان را قرنطینه کردند. در روزهای گذشته معلوم شد بعضی از کارکنان کاخ سفید هم مبتلا شدند، اما کاخ سفید گزارش‌ها درباره قرنطینه معاون‌اول رئیس جمهوری را تکذیب کرده. هادی نیلی خبرنگار ما در واشنگتن از خانه‌اش در حومه پایتخت آمریکا به ما پیوسته. هادی، از بحث قرنطینه مایک پنس شروع بکنیم، معاون اول دونالد ترامپ. اول گفتن قرنطینه است ولی الان میگن برگشته سر کار. مشخص هست کجاست آقای پنس؟ همینطوره. گزارش شده بود که مایک پنس در روزهای گذشته ترجیح داده بود که از خونه کار بکنه و همین در رسانه‌های آمریکا به گمانه زنی‌ها دامن زد که آیا معاون اول رئیس جمهور هم در قرنطینه خود خواسته است یا نه، چون ما میدونیم که 3 عضو بلندپایه ستاد ویژه کرونا در کاخ سفید از جمله دکتر آنتونی فاوچی رئیس مرکز بیماری‌های عفونی آمریکا که خیلی چهره معروفی هم شد، الان خودشون رو قرنطینه کردن به خاطر اینکه در معرض این ویروس قرار گرفتن، احتمالاً در معرض این ویروس قرار گرفتن. ولی وقتی که گزارش شد امروز مایک پنس معاون اول رئیس جمهور آمد، کاخ سفید در نهایت تکذیب کرد و گفت او امروز دوشنبه سر کارش حاضر میشه و او و رئیس جمهور آمریکا مرتب آزمایش میشن و به همین خاطر لزومی به قرنطینه‌شون دیده نمیشه. این گمانه‌زنی‌ها به خصوص بعد از این مطرح شد که یکی از دستیاران آقای پنس معلوم شد که در کاخ سفید به ویروس مبتلا شده. این علاوه بر افراد دیگری بود که در روزهای گذشته گزارش شده بود در نزدیکی دولت یا حتی در داخل کاخ سفید مبتلا شدند به ویروس. و عجیب هم نیست اگر در نهایت با توجه به میزان گسترش که داره بیشتر و بیشتر معلوم میشه در آمریکا، ما خبرهای بیشتری ببینیم از اینکه مقام‌های عالی رتبه‌ای مبتلا شده باشند. در همین حال بحث بر سر این هست که حضور این افراد در خانه، این افراد بلندپایه مثل اعضای ستاد ویژه کرونا و حاضر نشدنشون در کاخ سفید چقدر ممکنه تاثیر بگذاره بر روند اطلاع رسانی، به خصوص با توجه به اینکه رایزنی‌های دولت آمریکا و از اون طرف جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها در کنگره آمریکا یک مثلثی که هر کدوم انتظارات مختلفی دارن در مورد بسته کمک‌های مالی بعدی دولت آمریکا ادامه داره. رایزنی‌هایی که به نظر نمی‌رسه به اندازه بحث‌ها بر سر بسته‌های کمک مالی قبلی به سرعت پیش بره، چون اختلاف‌های دو طرف در جزئیات زیاده. حتی دولت و جمهوری‌خواهان که در یک جناح هستند هم انتظارهای مختلفی از این بسته کمک‌های مالی بعدی دارن که انتظار میره بیش از 1 میلیارد دلار دیگه باشه. متشکرم هادی نیلی. نگاهی دوباره به مهمترین عناوین خبری این برنامه. ارتش ایران میگوید در پی حادثه برای یک شناور نیروی دریایی هنگام تمرین در دریای عمان 19 نفر کشته شدند. در پی کاهش محدودیت‌ها در اروپا، فروشگاه‌ها و مدارس فرانسه دوباره باز شدند. در نیمی از اسپانیا هم سفرهای درون‌استانی مجاز شد. در ادامه این برنامه، چالش از ترگیری مسابقات فوتبال زیر سایه کرونا. اداره امنیت ملی افغانستان گفته ضیاءالحق، مشهور به شیخ ابو عمر خراسانی رهبر داعش در جنوب آسیا و شرق دور، را بازداشت کرده. در این اداره میگوید 2 مقام دیگر داعش هم با او در این عملیات دستگیر شدند. در خبر دیگر، دولت افغانستان گفته روند رهایی زندانیان طالبان را متوقف کرده. همکارم روین رهنوش از کابل با ماست. روین، اول از جزئیات بیشتر درباره محل بازداشت این افراد بگو.
صهیب مسئول روابط عامه و همینطور ابو علی مسئول استخبارات گروه داعش شاخه جنوب آسیای گروه داعش به گفته امنیت ملی بازداشت شدند. محل عملیات این افراد هنوز جزئیات بیشتری در موردش وجود نداره، ولی یک منبع به بی بی سی گفت که این افراد در زون مرکز یعنی شاید کابل و ولایت‌های همجوارش بازداشت شدند. در این عملیات نیروهای ویژه امنیت ملی و پلیس به گونه مشترک اشتراک کرده بودند و امنیت ملی گفت که عملیات بازداشت اینها طبق اطلاعات و همینطور اعترافات 4 عضو ارشد گروه داعش که در زندان این نهاد هستند صورت گرفته. دولت افغانستان میگه که گروه داعش در این کشور شکست خورده، اما با آنکه این گروه در میدان جنگ فعالیتهاش کاهش یافته اخیراً برخی از حملات را به ویژه در کابل مسئولیتش را بر دوش گرفته و به نظر میرسه که در سطح رهبری هماهنگی و تحرک گروه داعش بیشتر شده، چون همین یک ماه پیش هم ریاست عمومی امنیت ملی اعلام کرد که عبدالله اورکزای مسئول رهبر شاخه خراسانی گروه داعش را با 19 نفر از افراد دیگر این گروه بازداشت کرده و همینطور هفته گذشته همین نهاد امنیت ملی خبر داد که یک هسته مشترک گروه داعش و شبکه حقانی را در ولسوالی شکردره کابل نابود کرده و چند نفر هم کشته شدند که امنیت ملی گفت که اعضای داعش بودند. روی این کمی هم راجع به توقف روند آزادی زندانیان طالبان بگو. شورای امنیت ملی افغانستان امروز گفت که گروه طالبان طبق اون تناسب 5:1 یعنی رهایی 5000 زندانی طالبان در برابر 1000 زندانی دولت عمل نکردند و اگر 200 زندانی دولت را در برابر 1000 زندانی طالبان که دولت رها کرده رها نکنند، در این صورت دولت هم این روند را به پیش نمیبره. جاوید فیصل سخنگوی این شورا گفت که 171 نفر زندانی را طالبان تا حالا رها کردند که 45 نفرش مطابق فهرست دولت نیست و افرادی هستند که بعد از امضای توافقنامه آمریکا و طالبان آزاد شدند. همینطور او گفت که طالبان نمیتونند فهرستی را که دولت برشان داده تایید بکنند و آقای فیصل گفت که 610 نفر از فهرستی که دولت به طالبان داده هنوز سرنوشتشان مشخص نیست که اگر کشته شده باشند و گفته او جنایت جنگی صورت گرفته و در صورتی که طالبان خلاف اصول جنگی رفتار کرده باشند، در این صورت گفت که دولت افغانستان مکلف به رعایت این توافقنامه نیست. اما گروه طالبان البته واکنش مستقیم نداشته، ولی امروز سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی این گروه در قطر گفت که در ادامه رهایی زندانیان 53 نفر از زندانی دولت را در ولایت‌های فاریاب و بادغیس دیروز و امروز آزاد کرده. متشکرم روین رهنوش خبرنگار ما در کابل. با اعلام مرگ 45 نفر دیگر در شبانه روز گذشته، آمار رسمی جانباختگان کرونا در ایران به 6685 نفر رسید. به گفته وزارت بهداشت، با شناسایی نزدیک به 1700 مورد جدید اطلاع، تعداد مبتلایان به کرونا هم به بیش از 109,000 نفر رسیده. در همین حال سخنگوی دولت ایران میگوید که با تصمیم ستاد مقابله با کرونا، همه اماکن مذهبی، رستوران‌ها و آرایشگاه‌ها بعد از ماه رمضان با رعایت مقررات بهداشتی به تدریج باز خواهد شد. کامیار علایی، رئیس انستیتوی بهداشت جهانی و آموزش بین‌المللی از نیویورک با ماست. آقای علایی، در حین اینکه خبر از کاهش محدودیت‌ها می‌شنویم، همزمان از بالا رفتن آمار در استان خوزستان خبر میاد. علت اینکه اینقدر آمار در خوزستان کماکان بالاست چیه؟ من خدمت شما و همه بینندگان عزیز سلام عرض می‌کنم. در واقع همونطوری که می‌دونین، برای مدت چندین ماه تبلیغ اشتباه میشد که تا هوا گرم خواهد شد دیگه مشکل کرونا از ایران برطرف میشه، در صورتی که ما در بسیاری از جاها گفتیم که این مسئله درست نیست. بر اساس آخرین تحقیقی که استنفورد انجام داد، نشون داد که در واقع ممکنه گرما یک ذره میزان انتقال رو کمتر بکنه در آزمایشگاه، یعنی یک فرد به جای اینکه به 3 فرد منتقل بکنه به 2 فرد منتقل بکنه. اما در طی 250 سال گذشته ما نگاه کنیم، بیش از 10 تا اپیدمی 15 تا اپیدمی داشتیم، هیچ کدومشون محدود به یک فصل خاصی نبوده و به فصل‌های دیگه، حتی فصل‌های تابستانی هم انتقال پیدا می‌کرده. همین مسئله در مورد خوزستان و حتی بوشهر صادق هست که به خاطر این تصور غلط زیاد این استان‌ها مورد توجه قرار نگرفتن. مسئله دوم محدود کردن بود، در واقع استان کسانی که بومی بودن راه می‌دادن.
میدادن، غیر بومیان راه نمیدادن، در صورتی که ما میدونیم بیش از 40% از افراد هیچ گونه علامتی ندارن و همین که تعداد محدودی وارد یک استان بشن کافیه. مثل همونطوری که قم با 2 مورد شروع شد یا چین با 1 مورد شروع شد، اینم مسئله دیگه بود. سومین مسئله حرکت از شهرهای بزرگ به شهرهای کوچیک هست. شما اگه نگاه کنید به آمارها در شهرهای کوچیک که به تدریج ما پیش بینی هم می‌کردیم رو به افزایش هست. و چهارم قرار دادن تعریف شهرهای سفید هست که ما 2 هفته پیش گفتیم بر چه مبنای شما این تعریف شهرهای سفید رو معین می‌کنید و کافیه که از یک شهر زرد یک نفر بره شهر سفید، شما می‌خواید کنترل چطوری می‌خواید کنترل کنید. به نظر من اهواز درس خیلی خوبی برای ایران هست که اگه مسئله رو ساده انگاری انجام بدن، به راحتی همین کیس اهواز در سایر استان‌ها هم دوباره شروع خواهد شد. آقای رئیس، فکر می‌کنید که موج دوم شروع شده یا اینکه هنوز شروع نشده؟ در بعضی از استان‌ها شروع شده و سایر استان‌ها هم شروع خواهد شد و موج سوم هم شروع خواهد شد. آیا با همون شیب موج اول فکر می‌کنید خواهد بود سرعت ابتلا؟ قطعاً شیبش کوتاه‌تر هست ولی طولانی‌تر هست. یعنی اینکه چون که تصمیم گیری واحد وجود نداره، همه اینها در یک زمان نمیرن. شما در آمار کشوری ممکنه خیلی پیک نبینی، اما به هیچ عنوان نمیتونی اون الان خطی که صاف هست رو به پایین بکشونی. و اگر آمارگیری درست انجام میشه که هنوز هم ما شک داریم، به راحتی میشه این مسئله رو نگاه کرد. و مشکلی که وجود داره باز کردن مساجد هست. من از الان میگم باز کردن مساجد مخصوصا در شب احیا قطعاً باعث میشه که 2 تا 3 هفته بعد از شب‌های احیا، یعنی شما بعد از عید فطر، یک موج بزرگ سومی خواهید داشت. البته تا جایی که ما اطلاع داریم گفتن بعد از ماه رمضان اماکن مذهبی رو باز میکنه. بحث مساجد بسیار بحث مهمی هست، چون مراکز سربسته‌ای هستند که افراد میان ازدحام پیدا میکنن و بر اساس توصیه باید اینا شانه به شانه در کنار هم باشن و بعدش با هم دست میدن قرآن یا کتاب یا مفاتیح میگن میبوسن و همین مسئله باعث میشه که پیک بسیار زیادی انجام بشه. ای کاش یک مطالعه انجام بشه بین مساجدی که در شهرهایی که باز میشن با مساجدی که باز نمیشن و 2 هفته بعد فالو کنن. وقتی سیاستهایی که در خیلی از کشورها تست شده و نتیجه داده میشه، چه اصراری داریم که ما بیایم آزمون خطا بکنیم و همین مشکلی که ما امروز در استان اهواز یا بوشهر داریم رو دوباره ما باش در واقع مواجه بشیم. سپاسگزارم کامیار علایی. رئیس جمهوری ایران رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت را برکنار کرد. حسن روحانی با صدور حکمی حسین مدرس خیابانی قائم مقام وزیر صنعت را به عنوان سرپرست این وزارتخانه منصوب کرده. علت برکناری آقای رحمانی اعلام نشده. در بخش‌های بعدی خبر با جزئیات بیشتر به این موضوع خواهیم پرداخت. در ادامه چند خبر کوتاه. گروهی از خانواده‌های جانباختگان سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراین خواهان تحریم آسمان ایران شدند. آنها با امضای یک تومار آنلاین با عنوان آسمان ایران امن نیست از شرکت‌های هواپیمایی اروپا خواستند که از آسمان ایران عبور نکنند. هواپیمای اوکراین 4 ماه پیش دقایقی پس از برخاستن از فرودگاه بین‌المللی تهران بر اثر شلیک موشک‌های پدافند سپاه پاسداران ساقط شد و همه 176 سرنشینش کشته شدند. اکثر آنها ایرانی بودند و بسیاری از آنها تابعیت کانادا یا بریتانیا را هم داشتند. وزیر خارجه ایران گفته این کشور آماده تبادل کامل زندانیان با آمریکاست. محمد جواد ظریف با حضور در کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت طرح مبادله کامل زندانیان 2 سال پیش توسط ایران به آمریکا اعلام شده ولی هنوز پاسخی نگرفته. او گفته سیروس عسکری استاد دانشگاه صنعتی شریف که در ایران بازداشت بود به زودی و با اولین پرواز ممکن به ایران برمیگردد. مقام‌های ایرانی درباره تعداد زندانیان دو طرف اطلاعات دقیقی منتشر نکردند. انفجار 4 مین کنار جاده‌ای در کابل 4 نفر را زخمی کرد. پلیس گفته که مین‌ها در میان زباله‌ها کارگذاشته شده بود و همه زخمی‌ها غیر نظامی بودند، از جمله یک کودک. کابل در ماه‌های اخیر شاهد حملات انفجاری کمی بوده ولی با آغاز ماه رمضان چند انفجار و یک حمله انتحاری در این شهر اتفاق افتاد. در عربستان مالیات بر ارزش افزوده از 5% به 15% افزایش می‌یابد. این تغییر قرار است از حدود 2 ماه دیگر اجرا شود. همچنین قرار است از ماه آینده میلادی کمک هزینه زندگی از حقوق کارمندان حذف شود. در پی گسترش کرونا و سقوط قیمت نفت، اقتصاد عربستان ضربه شدیدی خورده. قیمت فروش دلار در صرافی‌های بانکی تهران با حدود 500 تومان افزایش به 16300 تومان رسید. یورو هم 17700 تومان شد. بهای پوند بریتانیا هم حدود 20500 تومان گزارش شده. با
اعلام شروع دوباره لیگ فوتبال آلمان از هفته آینده، بقیه لیگ‌های مهم فوتبال اروپا به جز لیگ فرانسه به جنب و جوش افتادند تا بتوانند از ماه بعد مسابقات را شروع کنند. حفاظت از سلامت بازیکنان هنگام تمرینات باشگاه‌ها و بازیکنان را با چالشی جدی روبرو کرده. پوریا جعفری گزارش می‌دهد. فوتبال ورزشی گروهی، اما در دوران کرونا فعلا خبری از کار تیمی نیست. این تمرین‌های تیم ناپولی که فعلا انفرادی برگزار می‌شوند و همه منتظر که فدراسیون فوتبال ایتالیا تاریخ از سرگیری مسابقه ها را اعلام کند. در اسپانیا، کشور دیگری که مثل ایتالیا از بیماری کرونا بدجوری ضربه خورد، هم شرایط مشابه است. فعلا مربیان روی آمادگی جسمانی بازیکنان که چند هفته از فعالیت همیشگی را نداشتند تمرکز می‌کنند و خبری از کارهای گروهی یا تاکتیکی نیست. این تمرین تیم ویارئال که تمرینات بازیکنان از روی یک صفحه تلویزیونی از راه دور به اونها دیکته میشه. برای تمرین امروز رئال مادرید اما نه خبرنگاران اجازه پیدا کردند که وارد کمپ شوند، نه تصویری از طرف باشگاه در اختیار رسانه ها قرار گرفت. اما کاپیتان با سابقه این تیم از میل خودش و همبازیانش برای از سرگیری مسابقه ها میگه. فکر میکنم همه ما میخوایم این بازی‌های باقی مونده در لیگ اسپانیا و لیگ قهرمانان اروپا رو انجام بدیم که برگردیم به شرایط عادی، ولی این مسئله فقط به ما بستگی نداره. ما باید منظم و هوشیار باشیم و به توصیه‌های دولت و لالیگا گوش کنیم. فوتبال الان مهم نیست، مهم اینه که این ویروس رو در بین خودمون ریشه‌کن کنیم، وگرنه دوباره تو زمستون آینده با موج دومش روبرو میشیم. برای پربیننده ترین لیگ فوتبال جهان یعنی لیگ برتر انگلیس هنوز تصمیم نهایی در مورد سرنوشت مسابقه ها اعلام نشده. چند تیم هستند که مایلند بازی ها ادامه پیدا نکند، از جمله برایتون که این هفته اعلام کرد تست کرونای 3 نفر از بازیکنانش مثبت از آب در آمده، ولی اسم این بازیکنان را اعلام نکرده. پوریا جعفری، بی بی سی. نسخه طولانی گزارش پوریا رو میتونید در برنامه 60 دقیقه امشب ببینید. تازه‌ترین خبرها رو هم مثل همیشه میتونید در وبسایت ما ببینید، bbcpersian.com. آخرین خبرها در اینستاگرام، تلگرام و حساب توییتری بی بی سی فارسی هم منتشر میشه. این بخش خبری، ممنون از همراهیتون.